الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد آن دل که به با یاد تو نباشد دل نیست قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست آن کس که ندارد به سر کوی تو راه از زندگی بی سمرش حاصل نیست الهی به امید خودت سلام سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بزرگواران بیننده امیدوار هستم که در هر جایی که زندگی میکنید در صحت و سلامت کامل و سر ببرید و همواره قلبهایتان به نور الهی منور و مزین باشد بینندگان عزیز امروز مصادف شده با هشتم شوال سال روز تخریب قبرستان بقی توسط وهابیت فاجعه ای که یکی از تلخترین روزهای تاریخ اسلام میسازد و تمامی مسلمانان در این روز داغدار و ناراحت و اندوهگین می باشن. من این روزه به تمامی شما عزیزان تسلیت ارز می کنم. و اما بسیار خوش هستم که امروز افتخار همراهی با شما عزیزان را دارم با برنامه روشنا با موضوع نقش و جایگاه مادر در تربیت فرزندان. خب بینندگان عزیز همانطور که همه شما عزیزان هم میدانید تربیت فرزندان از او جهت که نسل فردا و آینده ای ما را تشکیل دهند از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار می باشد. هم پدر و هم مادر هر دویشان نقش تربیت فرزند را بر عهده دارند اما از آنجایی که مادران بیشتر زمان خودشان را با کودکان خودشان سپری می کنند یعنی از دوران طفولیت و از بد تولد تا دوران بزرگسالی و حتی قبل از او یعنی در دوران جنینی پس وظیفه تربیت بر عهده مادر بیشتر از پدر می باشن. و همچنین کودکان هم وظیفه اکرام مادر را بیشتر از پدران بر دوش می خب به همین منظور دعوت کردیم از کارشناس عزیز و محترم برنامه سرکار خانم محقق میریم که بایشان اکس سلام علیکی داشته باشیم و درباره این موضوع بسیار مهم یعنی نقش و جایگاه مادر در تربیت فرزندان بایشان گفته داشته باشیم. خب سرکار خانم محقق عزیز بسیار خوش در برنامه بینندگان از ما منتظر شما هستند. سلام از میکنم خدمت شما خانم هاشمی جان و سلام از میکنم خدمت همه بینندگان عزیز پای گیرنده های شبکه هادی تیوی ما هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم سال روز تخریب قبرستان بغیر خدمت همه مسلمین جهان قبرستان بقی برای همه از ما نشان بزرگی از مظلومیت و درد خاندان بزرگ اهل بیت علیهم السلام هست که وهابیت با جسارت تمام خواستن بقاع متبرک اهل بیت را از بین ببرند و همچنین میخواستن جسارت بکنن به قبر عظیم و شعن پیامبر اکرم که با مخالفت شدید دولت های مثل پاکستان و مصر مقابل شدن و در جریان قرار گرفتن اینها و بزرگان و سران کشورهای امت اسلامی گفتن اگر شما به قبر شریف پیغمبر صلوات الله علیه ها دست دستاندازی و دسترازی بکنید مسلما ما وارد جنگ میشیم و اجازه نمیدیم که شما به ختم المرسلین جسارت بکنید اما خب متاسفانه وهابیت با جسارت تمام قبر شریفین بقیره که چهار امام بزرگوار از ما از اسنا عشر در اونجا تشریف دارند و شهدای زیادی از جمله حمزه عموی پیغمبر هم در اونجا تشریف داره را مورد جسارت قرار دادن و مزار شریف اینها را تخریب کردند که متاسفانه حاجی های عزیزی که سالهای سال تشریف مبرند به مدینه منوره میبینند که چقدر ما در مظلومیت هستیم و آهها و صداهای دلسوز و نواهای دلسوزی را که زوار دارن اونجا از پشت پنجره های میکشن این آه دل را که جایی برای از وجود نداره اما اینها همچنان دوستدار خاندان اهل بیت هستند انشاءالله که بزودی زود تمامی دشمنان اسلام نیست و نابود چمه. انشاءالله خب خانم محقق عزیز با توجه به اینکه موضوع برنامه ما نقش و اهمیت و جایگاه مادر در تربیت فرزندان باشه جایز است که اولین سوال خود اینگونه پرسان کنم که اصلا مادر در متون اسلامی و روانشناسی چگونه تعریف شده؟ مادر مادر واجهی هست که وقتی گرفته میشه همه از ما پر از احساس میشیم وقتی کلمه مادر ده گوش یکا یک انسان ها میرسن چون همه دوره فرزندی رو پشت سر گذاشتن همه مادر از مادر به دنیا آمدن. این واژه احساسات ما رو تحریک میکنه اولین زنی را در ذهن از ما تداعی میکنه که ما میتونیم او را محرم اسرار خود و نزدیکترین فرد خودمان بدانیم بنابرای تکیگاه ما میباشه اولین تکیگاه از ما صرفا به خاطر از که ما از دوره جنینی با مادر همراه هستیم تا بزرگسال میشیم حتی دخترایی که ازدواج میکنن وقتی دردی اینها را شامل میشه اینها همه فکر و ذکر و سمت مادرشان کشیده میشه <applause> یا پسرای از ما پسرای که حتی ازدواج بکنن اولاد دارم شون وقتی درد اینها را آید شود یا در مشکلی بخورن فکر میکنن ما باید اولین مطلب را با مادر خود در جن. بگذاریم و مادر برای از ما یک راه حل بگذارن داریم پسرهایی که ازدواج کردن بعضی اوقات خانمهایشان ناراحت میشن که چرا اینها مثلا میرن این اشتوک و یک فرد خرد سرش نمیذارن سر زانوی مادرشان و اونها این زمانی درک میکنن که خودشان اولاد دار شوند ببینن که ما چقدر وابسته است به مادرمان و اولادهای ما چقدر وابسته است لذا همسر از ما حق داره که به عنوان فرزند مادر برای مادر خودش همچنان کودکی بکنه وقتی عشق به مادر اشک مادر به فرزند را نگاه میکنیم میبینیم با هیچ چیزی قابل قیاس و مقایسه نیست مادر حاضره خودش گرسنگی بکشه تشنگی بکشه اما اولادش این مسائل را نداشته باشه نه اینکه خدایی نکرده ای پدر در این مرتبه نباشه پدر هم هست اما مادر داستانش و قضیهش متفاوت تر است چیزی که قشنگ است و اکثر بیننده ها هم خبر دارن این است میگه که اگر سر یک سفره ای یک غذای دوست داشتنی باشه و اولادها ها و پدر خانواده به فرض خواهش از او تعام داشته باشن و خوششان بیایه تنها کسی که از او غذا خوشش نمیایه مادر خانواده است صرف میگه که بزار بقیه استفاده بکنن و قشنگترین عنوان را ما میتونیم به مادر بعد از خداوند کریم بدهیم صرف که مادر بسیار بخششگر است خداوند کریم میبینه فریاد نمیکشه و مادر هم مثل خداوند کریمه میبینه گناهان اولاد را میبینه اما صدا نمیکشه فریاد نمیکشه و همیشه سعی میکنه که پوشاننده عیوب فرزندان باش باشه. خودش باشه و چقدر زیباسته که ما میبینیم مادر یک همچین ظرفیتی داره و میتونه دور دوش, دوش همه مشکلات خانواده قدم برداره بله. وقتی میخوایم مادر را معنی بکنیم مادر خب در لغت به معنای کسی هسته که حالا یک فرزند یا چند فرزند به دنیا آورده باشه اما خب در روانشناسی و یا در باب متون اسلامی وقتی نگاه بکنیم قشنگتر و بازتر از اصطلاح توضیح داده شده در روانشناسی مادر به عنوان شخصیتی مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اولادها ها می دانند. طوری که مادر نیروی قدرتمندی برای انسجام و یک پارچگی خانواده به شمار مره روانشناسی مادر این گونه توصیح بله روانشناسی مادر این گونه یعنی محوریترین فرد برای یک پارچه ساختن خانواده است بله. و کسی هست که میتونه به رشد و توسعه اولاد خودش کمک بزرگی بکنه زمینه. در تمامی زمینه ها امکان نداره که یک فرد مریض شوه و مادر برای از او داکتر نشوه شاید این مادر مادر بی سوادی باشه بله. اما او زمان نقش یک داکتر را ایفا میکنه برای خودش طبیب میشه و فرزندش را مداوا میکنه مادر و پدر خانواده مادر وقتی میبینه پدر و فرزند خانواده مریض شده نقش پرستار را ایفا میکنه و چقدر قشنگ میتونه برای خانواده و اهل خانواده پرستار خوبی باشه مادر میتونه معلم خوبی باشه فرزندان خودش را به بهترین روش تربیت کنه مثلا برای بچه ها دیکته کنه درس های مکتب درست. خب در صورتی که این مادر شاید سواد آنچنانی نداشته باشه و یا اینکه بخوای با اونها ریاضی مثلا کار کنه ساینس کار کنه و این مادر که درس های آکادمیک را نخوانده اون موقع نقش یک معلم خوب و دلسوز را ایفا میکنه حالا ما نقش مادر رو در روانشناسی گفتیم در متون اسلامی هم مگیم از منظر ما مسلمان ها اما نقش مادر در تورات و انجیل هم بسیار آمده. در تورات و انجیل هم به حرمت پدر و مادر و مقام و منزلت اید و بزرگوار بسیار اشاره شده که دوستان اگر خواستن میتونن به کتاب مقدس در سفر لاویان مراجعه بکنن و متون را بخوانند. اما در فرهنگ و متون اسلامی خودمان قدر به مادر اهمیت دادن و جایگاه مادر زیبا تعریف کردن که ماها بعضی اوقات فکر میکنیم قافل هستیم و خیلی از بزرگوانی که تندرو هستن فکر میکنن اسلام برای زن و برای مادر قیودات ایجاد کرده در صورتی که شاید متون اصلی ما را هیچ نگاه نکرده باشم. در آیات 83 سوره بقره 36 سوره نسا 151 سوره انعام و 23 سوره اسرا خداوند کریم بعد از اینکه انسانهایش را چند مرتبه نسبت به خودش دعوت میکنه و میگه مقام و جایگاه از مرا پاس بدارید در کنارش آمده نسبت به مقام و جایگاه پدر و مادر صحبت کرده و فرزندان را در آیه 23 سوره اسرا از ناملایماتی و بد سخن گفتن باز داشته گفته حتی حق نداری اگر پدر و مادرت نسبت به تو بدی روا داشت اف بکشی دلست. که مسلما این اف کشیدن کردار بدی محسوب میشه و خوب نیست که ما نسبت به پدر و مادر خودمان جسارت داشته باشیم اما آمده کجا به خود مادر خاص آیه ترتیب داده شده سوره احقاف آیه 15 بسم الله الرحمن الرحیم حملته امه کرهن و وضعته کرهن و حمله و فصاله سلاسون شهر اینجا آمده قشنگ برای مادر صحبت کرده آیه بدون استثناء مال مادر است دوست. گفته ببینید مادر او را با رنج و زحمت بسیار باردار میشه واقعا دوره بارداری خیلی سخت هسته برای یک مادر چون هورمون های مادر به هم میریزه مادر خیلی جاها از نفس کشیدن به راحتی استفاده نمیتونه سخت میشه برایش نفس کشیدن خوردن برایش سخت میشه خوابیدن برایش سخت میشه و این مادر چقدر با وضع سخت فرزند خود را نه ماه حمل میکنه است خب خانم محقق عزیز بسیار تشکر میکنم از شما از گفته های شما نهایت استفاده رو بردیم اما خب به اتفاق شما و بینندگان عزیز برنامه میریم که یک میان برنامه کوتاهی را ببینیم و باز دوباره در خدمت شما عزیزان و کارشناس محترم خواهیم بود اللهم صل وسئل الشهيد ومحمد محمد للنبي الله عليه صلوات الله عليه صلوات سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان محترم شما بیننده برنامه روشنا هستید با موضوع نقش و جایگاه مادر در تربیت فرزندان که از شبکه جهانی هادی به طور زنده و مستقیم تقدیم نگاه های شما میشه خب خانم محقق عزیز در بخش اول برنامه درباره تعریف مادر که در متون اسلامی و روانشناسی چگونه مادر تعریف شده گفتگو کردیم و صحبت شما در اینجا بود که آیه 25 سوره احقاف داشتن احقاف برای بینندگان عزیز ما میگفتین در خدمت آیه 15 خانم هاشمی جان پانزه. آیه 15 سوره احقاف که گفتیم مادر را با تحمل دردهای بارداری تعریف میکنه خب میگم مادری که تو رو به سختی باردار شد و با رنج و زحمت به دنیا آورد یعنی درد بارداری یک طرف مشقت بارداری یک طرف و درد زایمان یک طرف این مادر با سختی فرزند و اولاد را به دنیا میاره و بعد از او دو سال شیر میته دو سال اولاد را شیر دادن یعنی از تمام وجود خودت شیره وجود خودت گذاشتی کف دستت و دادی دست اولاد دست. و خداوند کریم در آیه 15 سوره احقاف به ای, آیه به ای زحمات اشاره کرده و گفته مادر سی ماه تو را به تنهایی به گردن میگیره و تو نمیتونی تمام زحمات او را جبران کنی چه قشنگ گفته پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ها در رابطه با ارزش این دوران سخت مثلا بارداری و حمل گفتن که در کتاب من لا یحضر الفقیه که اگر مادری ده همین دوران که داره ای زحمات بارداری و حمل را میکشه فوت بکنه نزد خداوند جایگاه او چون جایگاه شهید است و این جایگاه و پاداش ای دوران سخت اصلا غیر قابل درک و غیر قابل تعریف هست لذا برای همی آمدن صحبت کردند و بشارت دادند به مادران گران قدر از ما که الجنت تحت اقدام الامهات بهشت, بهشت زیر, پای زیر پای مادران است, مادران است. نه اینکه خدای نکرده پدرها جز بهشتی ها نیست اما با توجه از زحماتی که مادر میکشه بهشت زیر پای مادران است با توجه به معانیت خانم محقق من فکر میکنم که اه... که بهشت زیر پای مادران است نمیشه که وارد بهشت شد بدون اینکه مادر از تو رضایت داشته باشه بله ای که میگن بهشت زیر پای مادران است و دعای خیر مادر همیشه حامی از ماست به خاطر همی روایت است بله. چرا که مادر بیشترین حق را به گردن از ما داره و ما واقعیت نمیتانیم یک شب زندهداری مادر را برای او جبران کنیم یا حتی لحظه سخت زایمان را ما نمیتونیم برای مادر جبران کنیم ما ای که نمیتونیم تصور بکنیم لذاتوان جبران هم نداریم بله. گفتیم نقش مادر به عنوان نقش بی بدیلی هست در آفرینش مادر امنیت و سلامت روانی فرزند و خانواده را تضمین میکنه اگر دقت بکنید پدر خب اکثرا از بیرون خسته میای خانه وقتی پدر خسته است لذا مادر آرامش را خب پدر بیرون درگیر شده احتمال داره با یکی جنگ و دعوا کرده باشه با یکی بگو مگود کرده باشه خب در سر وظیفش خسته شده باشه میخانه شاید او احساس خستگی او را یک مقدار اذیت بکنه و وقتی وارد خانه میشه احتمال از اینکه پدر یک وقتهایی پرخاش بکنه زیاده لذا مادر با او اطوفت خودش پدر را هم حتی از این پرخاش باز نگه میداره و آجب آرامش و امنیت روانی را رو در خانه حاکم میکنه چجوری؟ مثلا با همو تحویل گرفتن پدر و چای دادنش و خسته نباشید گفتن باعث میشه که یک آرامش روانی برای پدر ایجاد کنه. ایجاد کنه. و این ایجاد آرامش باعث میشه که پدر تمام خستگی های بیرون خودش را کنار بگذاره و کارهای خانه بیرون را دم و اداره گذاشته باشه و آمده باشه خانه و در یک نهاد جدید و برنامه جدید درست. که نوع تعامل با افراد خانواده هستند به خاطر همین است همی که اکرام مادر بسیار بیشتر از پدر توصیه شده بله یک روایت داریم از امام صادق که میپرسن یک جوانی یک روز نزد پیامبر رفت از پیامبر پرسان میکنن که من چی کسی را احترام کنم پیامبر برشان پاسخ میده که مادر این مادرت ای جوان دو بار دیگه ای سال پرسان میکنه و هر سه بار پیامبر برشان پاسخ میده که مادر خود احترام کن و بار چهارم پیامبر صلی صلی الله علیه و و سلم میفرماید که پدر خدا یعنی سه بار مادر, خود, مادر خود, خود و بار چهارم پدر, خوده خود, خود را خود از مقام و بزرگی پدران نمیکاه میخواد به یک نحوی و جایگاه مهم مادر را برای اولاد نشان بده این جایگاه آفرینش زن و مادر در خانواده قسمی هسته که ائمه معصومین ما از او قافل نبودن و آمدن بیشتر برای از ما بازش کردن گفتن جهاد زن اینمی خانداری است اینمی مادر بودن است و این خانداری بعض اوقات توی جهان معاصر و در حال حاضر از ما فکر میکنن مادرها وقتی برن بیرون و یک نقش در بیرون ایفا بکنن یعنی خیلی فرد کلانی اما قافل از که اسلام به نوع خانداری و مادر بودن مقام جهادگر را داده و این خانداری را در قبال تمام کارهای فرهنگی اجتماعی سیاسی که مردها در بیرون انجام میدن در تقابل قرار داده و گفته مادر عزیزی که در خانه داره جهاد میکنه هم اندازه مردی که میره در جبهه جهاد میکنه و شهید میشه مقام, داره. دارد. بله بسیار عالی خب خانم محقق عزیز با توجه به اینکه تعریف مادر را داشتیم در متون اسلامی و روانشناسی و گفتیم یک شخصیت بسیار مهم و محترم در تربیت فرزندان می باشه. حالی سوال از من از شما است که نقش مادر در تربیت اعتقادی فرزندان چگونه است مادر دانا کند فرزند دانا تربیت ما این بعد از ای روایت و حدیث پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ها بیشتر باز میکنیم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ها فرمودن اینی لا اخافو علا امتی الفقر ولیکن اخافو علیهم سوء تدبیر ما از ای که قومم امتم در فقر باشه ترس و ابایی ندارم او درد بی علاج نیست علاج میشه فقر یک چیزی هست که علاج شده نیسته اما ما از سوء تدبیر و سوء مدیریت در ترس و عباس دام. خب اکثر مشکلاتی که ما در جامعه امروز میبینیم به خاطر همین سوء تدبیره اگر مشکلات خانوادگی میبینیم اگر مشکلات زناشویی رو میبینیم اگر مشکلات مالی رو میبینیم اگر مشکلات تربیتی رو میبینیم اینها از سوء تدبیر و سوء مدیریت از ماست بله. لذا خانم محقق عزیز معذرت شا... میخوایم از شما گپای خودم اینجا نگه دارین و بینندگان عزیز و امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشین اما به هر حال برای رفع خستگی میریم که یک میان برنامه کوتاهی را ببینیم و باز دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود عرض سلام مجدد دارم خدمت یکایک شما بزرگ باران. شما عزیزان بیننده برنامه روشنا هستید با موضوع نقش و جایگاه مادر در تربیت فرزندان که از شبکه جهانی هادی تقدیم نگاه های شما عزیزان میشه. خب خانم محقق عزیز در بخش گذشته در مورد نقش مادر در تربیت اعتقادی فرزند صحبت میکردیم و گفتیم که بیشتر مشکلاتی که پیش آید خودش زیر مجموعه سوء سو مدیریت مدیرات. و سوء تدبیر است بلد. در رابطه با همین موضوع در خدمت شما هستیم بست بست. گفتیم که سوء مدیریت و مدیریت نادرست باعث میشه که کشمکش ها و جنجال های بسیاری حتی در ساحه تربیت برای خانواده ها به وجود بیاد. لذا ما زمانی که یک مدیر خوب و عملگرا باشیم مسلما خروجی خوبی هم داریم که خب ما نمیخوایم زیاد در مورد مدیریت صحبت بکنیم و سوی مدیریتی که در جامعه وجود داره و در عرصه های مختلف و ساحه های مختلف دامنگیر همه از ماست لذا روی همون بحث اعتقادی و نقش مادر میاییم صحبت میکنیم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ها فرمودن فرزندانتان را با سه خصلت تربیت کنید و بار بیارید محبت به پیامبرتان محبت به اهل بیت و قراءت قرآن از این بر امام صادق علیه السلام هم فرمودن باد رو احادث بل بالحدیث قبل ان یسبق کم الیه مول مرجع. احادیس اسلامی را به فرزندانتان به جوانانتان خود بیاموزید قبل از اینکه مخالفان یا بقیه که گمراه هستن بر شما پیشی بگیرن و آنها را گمراه بکنن در روایت امام جعفر صادق علیه السلام خیلی حرف هست ای که برمیگرده به همون مسئله مدیریت مدیریت بکنید پدرها مادرهای عزیز اگر شما مدیریت نکنید بچه های خودتان را و زودتر برنامه تربیت اونها را نچینید کسان دیگر برای تربیت اولاد از شما برنامه ریزی میکنند و چقدر قشنگ که آمدن به این مسائل پرداختن و وا قافلا که ماها قافل هستیم همینطور امام باقر علیه السلام در بهار الانوار گفتند که یحفظ الاطفال به صلاح آبائهم حفظ اطفال از خطرات و انحراف ها در صلاحیت و شایستگی پدران آنهاست این آبائهم اینجا مختص پدران نیست بقید. یعنی اینکه پدرها و مادرها با هم چون اینها هر دو ستون و محور اصلی خانواده هستند لذا درست ها آبا ها اهم آمده اما منظور یعنی به عهده هم پدر و مادر هسته چرا که پدرها و مادرها برترین شایستگی را نسبت دا ای دارند که خطراتی را که متوجه اولادایشان میشه بشناسن و دفت بکنند. اما آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در شرح نهج البلاغه جلد 20 چقدر قشنگ فرمودن آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از شما آفریده شدند ما به جای اینکه بیاییم به خصوص بچه ها با ما مادرها بیشتر در ارتباطن به جای ای که بیاییم محبت پیغمبر محبت اهل بیت و قرائت قرآن و این مسائل را به اولادهایمان هایمان یاد بدیم و بخوایم که در این مسیر حرکت بکنن و دوستدار خاندان اهل بیت باشن میاییم دنبال آداب و رسومی میگردیم که آقا امیرالمؤمنین ازش احساس خطر کرده گفته آقا آداب و رسوم و انعنات نابجا به بچه های خودتان یاد ندین یک وقتایی میبینیم توی زندگی های روزمره خانم هاشمی جان پدران و مادران از ما میخوان یک آداب و رسوم میره تحمیل بچه بکنن که توی اسلام هم نیامده توی عرف هم حتی جا باز نکرده نیامده ولی پدر و مادر ایر حالا یک جایی دیده میخواد این زورکی بیاید در سر بچه خودش این آداب و رسوم و انعنات اشتباه را تحمیل تحمید. بکنه و خب این بچه شاید مثلا این را اصلا نپذیره مثل نوع پوششی که برای از ما اسلام عزیز روا دانسته اما خیلی از پدرها و مادرها در جامعه معاصر الان میبینیم که پوشش را فکر میکنن که هر قدر بازتر باشه ای این یعنی که که بروزتره یک انعنات اشتباه درسته؟ متسبب. و میخوایم بچه را با این کار از مسیر خودش حتی باز دارن داره. چه بسا که ما داریم میگن که شما پدر و مادر ها هستین که بچه هایتان را از دین و آین خودشان یک وقتهایی میزنید به خاطر یک سری برنامه های اشتباهی که ما برای بچه ها می لذا... محقق عزیز من می فهم که گپ و بحث در این مورد بسیار زیاد است اما ام خب اگه میشه یک مرور و جنبندی کلی داشته باشیم و در برنامه آینده در خدمت شما انشاءالله. و بینندگان عزیز خواهیم بود انشاءالله لذا خداوند کریم به مقام مادر بسیار اهمیت داده بلد. ما مادر را از اصطلاحیش تعریف کردیم روانشناسیش رو هم گفتیم در متون اسلامی هم به ای که مادر مقام و جایگاه مقدس و منزلت بسیار بالا داره در سوره احقاف پرداختیم همچنین سوره های دیگر و گفتیم که اگر مادر و پدر با هم سوء مدیریت داشته باشن او قسمی که ما میخوایم اولاد ما تربیت نمیشه نشه. بسیار تشکر میکنم از شما و تشکر ویژه از تمامی شما بینندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید دلتان به نور خدا منور و زندگی هایتان شاد و سبز باد تا برنامه بعدی شما عزیزان را به خداوند منان می سپارم خدا نگهدار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه